با درود به بینندگان و شنوندگان برنامه سیمای کنگره. ساناز صفا هستم و از طرف خودم و همه اعضای کنگره رهایی ایران عرض تسلیتی دوباره دارم به خانواده های جان باخته در سانحه انفجار هواپیمای بوئینگ اوکراینی توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی که منجر به کشته شدن تمامی 176 سرنشین آن شد. این سانحه دلخراش من رو یاد یک جمله کذایی انداخت، جمله‌ای که در طول سالها به گوش همه ما شنیده شده بود، جمله‌ای که ناشی از تأثیر سیاست‌های حکومت بر بی‌تفاوت شدن عده‌ای از هموطنانمون نسبت به سرنوشت دیگر هموطنانمون و در نهایت کشورمون شده بود. من سیاسی نیستم. بله، من سیاسی نیستم. شاید تمام اون 176 سرنشینی که در اون هواپیما نشسته بودند هیچ یک سیاسی نبودند، ولی دیدیم که سیاست با اونها چه کرد. جمله من سیاسی نیستم مفهومی بجز بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت دیگران و کشور مادری ما نداره و نشان از بی‌تفاوتی عمیق نسبت به جامعه‌ای که در اون زندگی می‌کنیم و آنچه که در اون جامعه می‌گذره داره. انسان یک موجود اجتماعیه و هنگامی که در یک اجتماع زندگی میکنه، خواه ناخواه هم تأثیر پذیر و هم تأثیر گذار در اون اجتماع خواهد بود و همین امر موجب میشه که متعهد به مبانی اجتماعی بشه و عدم تعهد به این مبانی یعنی بیمسئولیتی. و هنگامی که بخوایم از امکانات یک اجتماع تنها برای رشد و پیشرفت خود و خانواده خود به صورت یک جانبه استفاده کنیم و بی تفاوت نسبت به دیگر افراد جامعه بشیم، خودخواهی نمود پیدا میکنه. این امکان وجود نداره که ما در یک اجتماع زندگی کنیم و اجتماع کوچکترین تأثیری در زندگی ما و خانواده ما نگذاره، حتی اگر این تأثیر مورد تمایل و خواست ما هم نباشه. روی سخن به اون دسته از هموطنانی هست که پس از گذشت 40 سال و این همه ظلم و ستمی که بر کشور و مردم ایران رفته رو نادیده میگیرن و چون خود و خانوادهشون در یک رفاه نسبی و یا شاید هم رفاه کامل به سر میبرن، بخوان بی تفاوت از مسائل جامعه و شرایط موجود عبور کنن. اطمینان داشته باشند که دیر یا زود تأثیر این ستم بر زندگی اونها هم سایه خواهد افکند. همانند آقای محسن اسدلاری، مدیر کل وزارت بهداشت، که دو فرزند خودشون رو که ساکن کانادا بودند از دست دادند، و یا خانواده پورزرابی، خانواده قربانی که نظر رهبرشون رو روی چشم میگذارند، و یا خانواده اسحاقیان که برای خانواده‌های داغدار دیگه اجازه صادر می‌کنند که اجازه سوء استفاده سیاسی از سانحه رو ندارند. بله، شما سیاسی نیستید، ولی بدونید که سیاست کثیف جمهوری اسلامی حتی در چهار دیواری منزل شخصی شما هم کار داره و از شما اطاعت محض می‌خواد. همکاری و عضویت شما در کنگره رهایی ایران یعنی مسئولیت پذیری و دوری از بیتفاوتی، تغییر در کیفیت مبارزات، شتاب بخشی به آزادی کشورمان و میراثی برای آینده فرزندان ایران است. همکاری و کمک‌های کوچک شما نتیجه بزرگ خواهد داشت. هر یک از ما در برابر کشور و مردم خود مسئولی. کنگره رهایی ایران. امروز پنجشنبه 26 دی ماه 1398 برابر با 16 ژانویه 2020 میلادی هست و این 14 برنامه سیمای کنگره رو به همراه همکارانم در گروه تولید تقدیمتون میکنیم. این برنامه هر پنجشنبه ساعت 22 به وقت ایران از طریق تلویزیون کنگره و صفحات شبکه‌های اجتماعی پخش میشه. همچنین این برنامه در 3 نوبت از رادیو نارمک نیز پخش میشه و شنوندگان میتونن از طریق www.radionarmak.com در روزهای پنجشنبه ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران، یک شنبه ها ساعت 15:30 بازپخش اول و در روزهای سه شنبه ساعت 4 بامداد بازپخش دوم این برنامه را همراهی کنند.
در ضمن این برنامه در شب‌های جمعه ساعت 21 به وقت ایران از طریق ماهواره یاست برای درون ایران پخش میشه. بینندگان و شنوندگان گرامی، همونطور که در هفته قبل پیش بینی کرده بودیم، هفته ملتهبی رو پشت سر گذاشتیم. البته پیش بینی ها بر اساس غیب‌گویی و استفاده از رمل و استرلاب نبود، بلکه یک پیش بینی واقع‌گرایانه و کاملا منطقی بر اساس اصول و مبانی حاکمیت جمهوری اسلامی بود. حکومتی که تنش، تخریب، بی‌خردی، عدم دانش مدیریت، اختلاس، زور و اجبار، زندان، شکنجه، کشتار و هزاران نکته منفی دیگر رو در ذات خودش به همراه داره. بنابراین و با این توصیف همانند 40 سال گذشته هرگز هفته‌ای نبوده که مردم زجر کشیده ما طعم آرامش و امنیت رو چشیده باشند. نکته جالب دیگه این که در طول این 40 سال سعی کردند تغییرات بنیادینی رو در فرهنگ واژگان فارسی به وجود بیارن. مثلا به فعالین سیاسی و زندانیان سیاسی بگن زندانی امنیتی، یا به نیروهای سرکوبگر خودشون بگن نیروهای امنیتی، و یا مثلا به دزدان حکومتی که مستقیم و غیر مستقیم دستشون رو در جیب ملت میبرن و سرمایه های این مملکت رو میدزدن و سر از آمریکا و کانادا و اروپا در میارن بگن اختلاسگر. همینطور با دروغ گفتن سعی در معکوس جلوه دادن اتفاقات دارن. مثلا مدعی شدن که با موشکباران پایگاه نظامی آمریکا در عراق تعداد زیادی از سربازان و تجهیزات آمریکایی رو نابود کرده و با نشون دادن آتش سوزی در یک پایگاه گازی در چین به دروغ ادعا می‌کنن که این پایگاه نظامی آمریکا در عراق هست. امروز نخستین بار تصویری از داخل پایگاه عین الاسد منتشر شد که لحظه که برخورد موشک‌های ایرانی میون نظامیان آمریکایی رو نشون میده و در این تصویر صدای نظامیان آمریکایی شنیده میشه. بله، جمهوری اسلامی اشغالگر ایران وضعیت رو به مرحله‌ای رسونده که مردم رو به خیابون‌ها کشونده و این بار اونها رو مجبور کرده تا برای احقاق 40 سال حقوق از دست رفته خودشون تا پای جونشون بیستن. ضروری دونستیم تا در این برنامه به بررسی حق قانونی دفاع از خود در مقابل خشونت حکومتی بپردازیم. متاسفانه شواهد و قرائن نشان از روند ادامه اعتراضات مردمی به سمت خشونت هرچه بیشتر سیر میکنه و به احتمال زیاد طوفان خشم و نارضایتی مردم و نبود هیچ چشماندازی برای بهبود اوضاع سیاسی اجتماعی در کشور میتونه به طوفان سهمگینی تبدیل بشه و ابعاد خشونت رو به نحو غیر قابل کنترلی افزایش بده. بعد نیست ابتدا تعریف مشخصی از خشونت و ضد خشونت داشته باشیم. وقتی حرف از خشونت زده میشه، سوال اینه: کدوم خشونت و از سوی چه کسی؟ حکومت جمهوری اسلامی و نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و نظامی و انتظامی اون مسببین اصلی اعمال خشونت بر علیه شهروندان هستند. علی خامنه‌ای رهبر این نظام و فرمانده کل نیروهای مسلح کسیه که دستور این اعمال خشونت رو با مجوز شرعی اسلامی صادر می‌کنه. سخنان خامنه‌ای 2 روز بعد از شروع اعتراضات مسالمت آمیز و گسترده مردم در آبان 98 که گفت اینها اشرار هستند.
مسئولین کشور هم به وظایفشان به طور جدی عمل کنند. مسئولین حفظ امنیت کشور هم به وظایفشان عمل کنند. این رو با هم ببینیم. ارتش، سپاه، نیرو انتظامی آماده باشن. مهمه. خودشون رو برای این مسئولیت بزرگ آماده کنن. به کمک یک دیگر بیان، به زانو در بیارید و شکست بدید. اعتراض از سوی چند میلیون جمعیت در کشور به راه افتاده است. باید مراقبت میکردن، نباید اجازه میدادن این کار تا اینجا پیش بیاد، چه ارتش باشه، چه سپاه باشه، چه هر سازمان دیگری باشه. مردم همیشه به طور دائم هیاهو درست میکنن، غلط هم میکنن اگر بخوان بکنن. در حالی که مردم در اعتراضات آبان از روش‌های مبتکرانه برای ابراز نارضایتی خود استفاده می‌کردند، مانند پیاده شدن از خودرو و مسدود کردن راه‌ها، ایجاد راهبندان و دراز کشیدن در وسط خیابان، ایجاد راهبندان و بازی تخت نرد، نشستن بر روی زمین در مقابل نیروهای موتوری یگان ویژه، دادن گل به نیروهای یگان ضد شورش و از این قبیل اقدامات اعتراضی، نیروهای بسیجی، سپاه و انتظامی با انواع وسایل به سرکوب معترضین پرداخته، از بالای ساختمان‌ها به آنها شلیک کردند و با شلیک کور و بی هدف یا با تکتیراندازی و نشانه روی هدفمند سر و مغز مردم بی سلاح، حتی کسانی که در تظاهرات شرکت نداشتند را نشانه گرفتند. نیروهای سرکوبگر نظام با حداکثر خشونت به اموال مردم حمله کردند، شیشه ماشین‌ها و مغازه‌ها را شکستند، با باتون بر درب خانه‌ها و مغازه‌ها کوبیدند و وحشت پراکنی کردند. بازداشت شدگان را به مکان غیر نظامی مانند مدرسه‌ها منتقل کرد و اونها را کتک زدند. به بیمارستان‌ها رفتند و مجروحین را با خود بردند. از تحویل جسد جاوید نامان به خانواده ها خودداری کردند یا در قبال تحویل جسد از خانواده ها مبالغ سنگین اخاذی کردند. از خاکسپاری کشته شدگان جلوگیری کردند، اینترنت رو در سراسر کشور قطع کردند و در ارتباطات تلفنی اخلال ایجاد کردند و صدها عمل شنی و غیر انسانی دیگه. همه اینها مصادیق خشونتی حکومت بر علیه شهروندان هست. در مقابل خشونت سیستماتیک و سازماندهی شده و گسترده و عنان گسیخته حکومتی چه میتوان کرد؟ در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده، از آنجا که اساساً حقوق اسلامی رو باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد، پس وظیفه یک حاکمیت سیاسی اجرای قانون و حمایت از اجرای اون و حمایت از شهروندان در مقابل ظلم و ستم و بی‌عدالتی است. حکومت جمهوری اسلامی اما خود حکومتی بر ضد قانون و بر ضد ارزش‌های حقوق بشری است و نه تنها مردم را در قبال ظلم و بی‌عدالتی حمایت نمی‌کنه، بلکه خود چه در سطح داخلی و چه در سطح منطقه‌ای و جهانی خشونت آفرین و خشونت گستر و خشونت پرور است. در چنین حالتی است که اعلامیه جهانی حقوق بشر قیام رو آخرین علاج در مقابل ظلم و فشار به رسمیت میشناسه. بله، دفاع از خود. مقاومت در مقابل سرکوب و ظلم و فشار حکومتی هر چند خشونت آمیز به نظر برسه، اما یک حق هست
و به اجازه کسی نیاز نداره. به عبارت دیگه، ماهیت دفاع از خود، دفاع از جان و امنیت و دفاع از کرامت انسانی خود بر تفسیری که از آن عمل به عنوان یک خشونت میشه ارجحیت داره. نفس خشونت نهفته در آن عمل نیست که مهم هست، بلکه دفاع از خود هست که اولویت پیدا میکنه. اگر برای دفاع از خود ناگزیر باید به ابزار یا روش‌های خشونت‌آمیز متوسل شد، مسبب آن حکومتی هست که همه راه‌ها و روش‌های مسالمت‌آمیز رو مسدود کرده. در عین حال همینجا باید تأکید کرد که دفاع از خود با جنگ مسلحانه متفاوته. اگر در دفاع از خود فرد مهاجم مسلح مثلا یک پاسدار یا بسیجی و یا لباس شخصی خلع سلاح بشه، دیگه نباید مورد آزار و شکنجه قرار بگیره و یا کشته بشه. دفاع از خود تا مرحله دفع و خونسا کردن خطر و تا مرحله بی اثر کردن فرد یا افراد مهاجم آری، اما شکنجه و کشتن آنان نه، هرگز. به آنان که در تفبیه خشونت مردم معترض سخن میگن باید گفت: یکم، تلاش خودتون رو صرف متوقف کردن خشونت سیستماتیک سازماندهی شده تا دندان مسلح، خونریز و وحشیانه حکومت اسلامی و انواع ارگانهای سرکوبگرش کنید و نه مردم بیدفاع. دوم، لطفاً تلاش کنید که حکومت اسلامی رو متقاعد کنید تا تمام امکانات مادی و مالیش رو به کار ببره تا همه نیروهای هوادار خود رو به خیابونها بکشونه، اما تضمین بده فرض محال به مدت یک هفته با تجمع و تظاهرات مسالمت آمیز مردم در سراسر ایران کاری نداشته باشه. اینترنت رو قطع نکنه. خبرنگاران بین المللی رو آزاد بگذاره تا هر دو تظاهرات رو گزارش کنند. اون وقت معلوم خواهد شد که خشونت پرهیز کیست و معلوم خواهد شد پایگاه اجتماعی واقعی این حکومت خونریز چه میزان هست. آیا راهی عملی تر از این برای جلوگیری از ادامه خونریزی و برای هستی آزمایی حکومت و دلسوزان خشونت پرهیزش میشناسید؟ برای رفتن به تظاهرات به این نکات دقت کنید. حتما با ماسک صورت خود را بپوشانید تا شناسایی نشوید. در صورت امکان تنها به تظاهرات نروید. با 3 یا 4 دوست نزدیک در تجمع شرکت کنید. تمامی فایل های شخصی خود را قبل از رفتن پاک کنید. 1 کاغذ حاوی شماره تلفن خانواده خود برای شرایط ضروری داشته باشید. در طول مسیر راهپیمایی حتما با دوستان و گروه خود بوده و پراکنده نشوید. از همدیگر به هیچ عنوان جدا نشوید، چون قدرت ما مردم در جمع بودن ماست. حتی زمانی که مطمئن هستیم توانایی دفاع از شخص خود را داریم، نباید از جمع جدا شد و اعمال قهرمانانه انجام دهیم. اگر مسیرهای اعلام شده توسط سرکوبگران بسته شده بود، با آوردن سطح‌های زباله به وسط خیابان و آتش زدن آنها ترافیک ایجاد کنید و در دسته‌های 50 نفره شعار بدهید و خیابان‌های اطراف محل راهپیمایی را در دست بگیرید. اگر کسی دستگیر شد، حتماً سریع کمکش کنید و اجازه ندهید به دست مزدوران حکومت بیفتد. به همراه داشتن فندک برای مقابله با گاز اشکاور و ساختن آتش ضروری است. لباس و کفشی را بپوشید که در مواقع ضروری بتوان به راحتی بدوید یا فرار کنید. لباس آستین بلند و ضخیم‌تر مقداری جلوی ضربه‌های باتوم را می‌گیرد. لباسی بپوشید که جلب توجه نکند و به سادگی پاره نشود. تا به محل اصلی تجمع نرسیدیم هیچ گونه شعار و اعمال خاصی را نباید انجام دهیم، زیرا احتمال سرکوب وجود دارد. وقتی جمعیت در پیاده روها دست کم به 300 نفر رسید، به خیابان می‌آییم تا قبل از تشکیل هسته مرکزی شروع به شعار دادن و درگیری نکنیم و خیلی عادی برخورد کنیم. ما
مسعود رجوی دوباره ظهور کرد، البته در یک پیام صوتی. به نام شهیدان و ارتش آزادی بخش ملی ایران، این سال را سال سرنگونی رژیم ولایت فقیه اعلام میکنیم، اما باید قیمت آن را، قیمت نیل و آزادی و حاکمیت جمهور مردم را به تمام و کمال بپردازیم. در تاریخ 13 دی 1398 یک پیام صوتی به بهانه کشته شدن قاسم سلیمانی منصوب به مسعود رجوی به طور گسترده در سایت‌ها و رسانه‌های وابسته به سازمان مجاهدین منتشر شد. مسعود رجوی رهبر عقیدتی سازمان مجاهدین خلق که همزمان مسئول شورای ملی مقاومت و فرمانده ارتش آزادی بخش ملی ایران هم هست، در 16 سال گذشته و پس از سرنگونی رژیم صدام حسین در عراق، نه تنها خود رجوی در انظار عمومی دیده نشد، بلکه تصویری هم از او منتشر نشده. آخرین پیام صوتی مسعود رجوی در آبان ماه 1393 منتشر شده بود. سوال این هست که چرا و چگونه مسعود رجوی بعد از 16 سال سکوت و غیبت بار دیگه با صدای خودش ظاهر شده؟ در 16 سال گذشته کجا بوده و الان کجا هست؟ رجوی در پیام خود میگه این سال رو سال سرنگونی ولایت فقیه اعلام میکنیم، اما باید قیمت آن را به تمام و کمال بپردازیم. معلوم نیست رجوی که از مردم در داخل ایران میخواد تا بهای سرنگونی رو تمام و کمال بپردازن، چطور خود حاضر نیست کمترین بها، یعنی ظاهر شدن در انظار عمومی رو بپردازه. گیریم که او در معرض تهدید امنیتی از سوی رژیم ایران باشه، اما بی تردید هر جا که باشه تحت پوشش بالاترین اقدامات حفاظتی امنیتی قرار داره. رجوی چگونه به خودش حق میده جوانان رو در داخل ایران و در مقابل سپاه پاسداران تا دندان مسلح به پذیرش ریسک و خطر مرگ فرو بخونه، اما خود حاضر به پرداخت کمترین بها، یعنی نشان دادن خودش هم نیست. رجوی در ادامه پیام خود خطاب به نیروهای رژیم میگه به خلق و ارتش آزادی و کانونهای شورشی تسلیم شوید. منظور آقای رجوی دقیقاً کدوم ارتش آزادی بخش و کدوم نیروهای شورشی است؟ از دیماه 1396 و پس از اعتراضات وسیع مردم در شهرهای مختلف کشور، رجوی مدعی شد که کانونهای شورشی سازمان مجاهدین این اعتراضات رو سازماندهی کردند. اما با وجود اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و ویدیوهای بسیار زیادی که در سالهای اخیر از اعتراضات مردم در ایران منتشر شده، از جمله اعتراضات دی 1396 و آبان 1398، هیچ نشونه ای از طرفداران سازمان مجاهدین یا شعاری در حمایت از این سازمان و در حمایت از رجوی دیده نشده. کدوم ارتش آزادی بخش؟ این ارتش کجا مستقر هست؟ فرمانده ای اون کیه و کجاست؟ نیروهای مجاهدین در آلبانی اکثراً و بالای 60 سال سن دارند. اکثراً بیمار و سال خورده بوده و سالهاست تمرینات نظامی نداشتند. اونها اینک در سنین بازنشستگی و از کار افتادگی بوده و خود نیاز به پرستاری و مراقبت‌های پزشکی دارند. علاوه بر این نیروها در کشور آلبانی در جنوب شرقی اروپا، یعنی چندین هزار کیلومتر دورتر از خاک ایران مستقر هستند و اونها حتی پاسپورت پناهندگی نداشته و اجازه خروج از آلبانی رو هم ندارن. کنوانسیون‌های بین‌المللی هم اجازه نمیده که نیروهای سازمان مجاهدین در کشور آلبانی مسلح بشن. بنابراین صحبت از ارتش آزادی بخش و کانون‌های شورشی یک توهم پراکنی و یک کار تبلیغاتی پوشالی و عوام فریبانه است. این ارتش که نیروهای اون حدود 4000 نفر تخمین زده می شد، 16 سال پیش و پس از سرنگونی رژیم صدام به طور کامل توسط ارتش ایالات متحده آمریکا در عراق خلع سلاح شده و تمام تسلیحات اون جمع آوری و نابود شد. از اون پس نیروهای این سازمان حتی اجازه حضور با لباس فرم نظامی رو هم نداشتند.
پس از خلع سلاح ارتش رجوی، حدود 1100 نفر از نیروهای این سازمان به مرور از این تشکیلات جدا و به کمپ ارتش ایالات متحده آمریکا به نام تیف در جوار قرارگاه اشرف پناه بردند. حدود 800 نفر از این نیروها بعداً به ایران منتقل شده و خود را به نیروهای وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران تسلیم کرده و برخی نیز با نیروهای اطلاعاتی رژیم همکاری کردند. رجوی بعد از سرنگونی صدام همچنان اصرار کرد که نیروهای این سازمان کماکان در عراق باقی بمونند. بالاخره در شهریور 1395 یا سپتامبر 2016 همه نیروهای سازمان مجاهدین از عراق به کشور آلبانی منتقل شدند. در طی 14 سالی که رجوی اصرار بر ماندن در عراق داشت تا خروج کامل از این کشور و انتقال به آلبانی، 141 نفر از نیروهای این سازمان توسط حمله‌های موشکی و خونپاره‌ای نیروهای وابسته به پاسداران در عراق کشته شدند. 27 نفر نیز به دلیل شرایط سخت محاصره جان دادند. مسعود رجوی در سخنرانی 11 آبان 1393 از 800 نفر نیروهای این سازمان که مدت هاست در نوبت رسیدگی‌های پزشکی قرار داشته و از اون محروم هستند و از 50 نفر که در معرض نابینایی قرار دارند سخن گفت. نهایتاً از حدود 4000 نفر نیروهای مجاهدین در عراق حدود 2300 نفر به آلبانی رسیدند. از اون تعداد نیز تا کنون چند صد نفر، برخی گزارش ها تا 600 نفر از این تشکیلات در آلبانی جدا شدند. اگر این تشکیلات و رهبری اون مشکلی نداشت، این همه خروج از این تشکیلات هم موضوعیتی پیدا نمی کرد. شبکه جهانی بی بی سی اخیراً گزارشی از وضعیت اعضای سازمان مجاهدین خلق در آلبانی تهیه کرده. در این گزارش که دو خبرنگار بی بی سی در آلبانی اون رو تهیه کردند، گفته شده که صدها نفر از اعضای مجاهدین این گروه رو ترک کردند. بعضی از کسانی که سازمان مجاهدین رو ترک کردند میگن قوانین سخت اون درباره تجرد و کنترل روابط اعضای خانواده باعث بریدن اونها از این سازمان شده. فرین عاصمی گزارش میده. اردوگاه مجاهدین خلق در تیرانا پایتخت آلبانی. 6 سال است اعضای مجاهدین خلق در اردوگاهی روی تپه‌ای در 30 کیلومتری تیرانا زندگی می‌کنند. در گزارشی که دو خبرنگار بی بی سی در آلبانی تهیه کردند آمده سازمان مجاهدین خلق قوانین بسیار سختگیرانه‌ای برای اعضایش دارد. این افراد اعضای سازمان مجاهدین هستند که غالبا لباس‌های یکسان به تن دارند و به شدت تحت نظر هستند، تا جایی که حتی فکر کردن به روابط جنسی هم ممنوع است. آنها حتی برای سال‌ها از ارتباط با بیرون، دسترسی به موبایل و استفاده از اینترنت هم محروم بودند. دلیل ظهور مجدد رجوی چیه؟ بعد از اعتراضات آبان ماه، مردم ایران بیش از هر زمان دیگری خواهان نابودی و پایان جمهوری اسلامی هستند. با کشته شدن قاسم سلیمانی و احتمال اقدامات نظامی رژیم بر علیه ایالات متحده آمریکا، احتمال وقوع درگیری‌های نظامی بین ایالات متحده و رژیم نیز بیش از هر زمان دیگری بالا رفته. همه اینها تحولات سیاسی اجتماعی در ایران را غیر قابل پیش بینی می‌کنه. هر زمان امکان یک انفجار اجتماعی دیگه وجود داره. همه اینها رژیم رو ضربه پذیر کرده و امکان فروپاشی اون رو بالا میبره. در چنین وضعیتی مسعود رجوی با فرصت طلبی کامل وارد صحنه شده تا اگر نمیتونه عملا در ایران کاری بکنه، اما اگر روند اتفاقات به پایان جمهوری اسلامی راه برد، با حضور رسانه‌ای و تبلیغی اون رو به اسم خودش مهر کنه. به ویژه اینکه رژیم حضور تبلیغی رجوی با صدای خودش رو برای سرکوب مردم استفاده کرده و معترضین رو به سازمان مجاهدین نسبت میده تا سرکوب و کشتار اونها رو راحت تر توجیه کنه. رجوی هم همین رو میخواد. گفته های رژیم مبنا بر ارتباط معترضین با مجاهدین برای رجوی و فرقه مجاهدین کافی است تا رجوی ادعا کنه در ایران نیرو داشته و هنوز هم حضور داره. به تعریفی خامنه ای و رجوی برای بقا به هم نیاز دارند. مسعود رجوی در 40 سال گذشته بارها از سرنگونی رژیم حرف زده، اما هیچگاه مسئولیت سیاست‌ها و حرفاش رو به عهده نگرفته. او اول باید پاسخ بده که وعده‌های قبلیش چطور عملی نشده. همونطور که خامنه ای 3 دهه است با هیچ خبرنگار آزادی گفتگو نکرده،
رجوی نیز حاضر به گفتگو با هیچ خبرنگاری نبوده. رجوی نیز خود را همچون خامنه‌ای رهبر مادام العمر عقیدتی میدونه. او از دو دهه قبل همسرش مریم رجوی را هم به عنوان رئیس جمهور تعیین کرده و دوباره قصد راه اندازی یک حکومت فامیلی دیگر را این بار با نام مجاهدین در سر میپرورونه. جنگ مسعود رجوی و سازمان مجاهدین با علی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی یک جنگ ایدئولوژیک بر سر دو نوع قرائت متفاوت از اسلام شیعی هست و هیچ ربطی به منافع ملی ایران نداره. تعداد کشته شده های سازمان مجاهدین و ضدیت جمهوری اسلامی با این سازمان هم هیچ دلیلی بر درستی راه و مبارزه اونها نیست. اهداف و ارزش هایی که سازمان مجاهدین اون رو دنبال میکنه به انحصار طلبی، دخالت دین در حکومت، ضدیت با ارزش های حقوق بشری، ضدیت با آزادی فکر و اندیشه، ضدیت با آزادی زنان و صدها ضد ارزش دیگه راه میبره. رابطه بسته درونی سازمان مجاهدین و رفتار مریم و مسعود رجوی با مخالفین فکریشون هم در درون این سازمان و هم در مورد اونهایی که از سازمان جدا شدن نمونه واضحی از این واقعیت هست که رجوی و سازمان مجاهدین ضد ارزش‌های دموکراتیک بوده و نمیتونن حتی جزی از یک راه حل برای ایران دموکراتیک بعد از جمهوری اسلامی باشند. هر جا که من دوتاست باید که ما شوند، منها چو ما شدند باید به پا شوند، زیرا که زندگی در خانه زنده است، تا مرگ بردگی راهی نمانده است، آنگه که در خطر فردای میهن است، آنگه که رهبر راه تو دشمن است، رأی تو مرگ توست. با رأی ما و من ملت جدا کنند، کشتار لاله با رأی شما کنند، تا نان سفرت را بیش کم برند، اندیشه تو را از ریشه بردارند، آنگه که زادگاه در حال مردن است، آنگه که خون ما چون آب خوردن است، رأی تو مرگ توست. شیخک به رأی تو میهن به خون کشید، ایران گرفت و تا مرز جنون کشید، با مذهب آمدند ایران جدا کنند، هر چکه از وطن پخش و طلا کنند، آنگه که در خطر فردای میهن است، آنگه که رهبر راه تو دشمن است، رأی تو مرگ است. در هفته گذشته زینب ابوطالبی از مجریان شبکه افق صدا و سیمای جمهوری اسلامی در برنامه افق گفته که هر کس به ایدئولوژی حاکم اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره. ببخشید شاید توی دوربین من نباید این حرف رو بزنم، ولی اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره، یعنی بره همون جاهایی که اون رفاه و اون مدل زندگی رو داره. اگر هم اعتقاد داریم به نظرم باید جدی بیایم تو میدان. امروز نشون دادیم که به نظرم همه ما ایرانی ها به یک مدل زندگی سلحشورانه احتیاج داریم و اون مدل رو میپسندیم. حالا فقط مونده که این در واقع توی میدان عمل تبیین بشه، گام‌های عملیاتیش داره. صرف نظر از واکنش‌های تند کاربران در شبکه‌های اجتماعی که شدیداً پرخاشگرانه اون رو به باد فحاشی و انتقاد گرفته بودند، ما نیز در پاسخ به ایشون شعری بسیار زیبا از شاعر خوب کشورمون آقای فریدون مشیری رو براشون نمایش میدیم. من اینجا ریشه در خاکم، من اینجا عاشق این خاک اگر آلوده یا پاکم، من اینجا تا نفس باقیست میمانم، من از اینجا چه میخواهم نمیدانم. امید روشنایی گرچه در این تیرگی ها نیست، من اینجا باز در این دشت خشک تشنه میرانم، من اینجا روزی آخر از دل این خاک با دست تهی گل برمیافشانم، من اینجا روزی آخر از ستیق کوه چون خورشید سرود فتح میخوانم و میدانم تو روزی باز خواهی.
نوبت برنامه نگاه دوم رسید. با خانم شیرین یادگاری، کارشناس ارشد روابط بین الملل و عضو سازمان عفو بین الملل برنامه رو ادامه میدیم. خداوندا، تو میدانی که انسان بودن و ماندن چه دشوار است، چه رنجی میکشد آن کس که انسان است و از احساس سرشار است. درود بر شما و تمام مخاطبین سیمای کنگره رهایی و درودی به بلندای آسمان به تمام عزیزانی که در بین ما نیستند. هفته پر التهابی رو گذروندیم و در واقع با تک تک شما ما اینجا در قربت اشک ریختیم و با شما همراهی کردیم و تمام هموطنان من چه در جامعه کانادا در اینجا و چه در ایران در کنار شما بودند و به مراتب ابراز تسلیت کردند، نامه‌های مختلفی فرستادند و اینکه تمام خشم، ناراحتی و همدردی خودشون رو با شما اعلام کردند. در ابتدا صحبتم رو با بیتی از شاعر معاصر کشورمون شروع کردم، فقط تأکیدی بر این باشه که انسان بودن خیلی سخته. انسان موندن، ارزش‌های اخلاقی رو رعایت کردن، دروغ نگفتن و اینکه تأکید داشته باشی پیروی مذهبی هستی، مکتبی هستی بر نام اسلام و شیعه مسلمونی، ولی 40 سال دروغ بگی و پروژه‌های مختلفی رو با نیرنگ و فریب به مردم کشورت، به هموطنانت، به خواهر و برادرت، به کسانی که هم خونت هستن، هم ریشت هستن، در کنارت هستن، بتونی بهشون دروغ بگی و این سناریو بافی ها رو به خوردشون بدی، نهایت سقوط اخلاقی یک جامعه رو میرسونه که در واقع در اون گرفتار شده به نام اسلام، به نام قرآن و به نام شیعه. و مهمتر از همه این هستش که این تعصب‌های مذهبی، این ریشه هایی که در اسلام وجود داره و اکنون بسیاری سینه چاک این مطلب هستن، نمیتونن دیگه مدعی بشن و دروغ بگن و انکار بکنن و بگن که ما نبودیم. در واقع خودتون بودین و با این دروغ ها 40 سال سرنوشت مسلمون ها رو، سرنوشت مسلمونان واقعی رو، کسانی که هویت ایرانی دارن و اعتقاد دارن، زیر سوال بردین. هویت ایرانی رو تهدید کردین، امنیت ایرانی رو تهدید کردین، امنیت جامعه بین الملل رو در خارج از مرزها تهدید کردید، نیروهای دیگه رو به خدمت گرفتید، از نیروهای افغان، نیروهای سوری، نیروهای نیابتی، نیروهایی که در واقع در خدمت شما هستند و سرنوشت میلیون ها انسان رو برای تشکیل این اسلام شیعی، هلال شیعی و امت واحد به خطر انداختید. و جالب اینجاست که هیچ عذرخواهی رسمی و در واقع هیچ شرایطی رو ما شما ندیدیم در این مدت و هنوز که هنوز رئیس جمهور حکومتتون اعلام میکنه باز هم مورد دیگه ای هست و شما میخواد که صادق باشید و میگه تنها نبودیم. به هر حال اینها موردهایی هستش که باید تجدید نظر اخلاقی انجام بشه و ما تمام صحبتامون در مسائل حقوق بشری تأکید بر این هستش که انسانیت و ارزش‌های اخلاقی رو زنده کنیم و بگیم تبعیض جنسیتی، تبعیض مذهبی، تبعیض قومی و هر تبعیضی ممنوعه و بر اساس و تمام مسائل حقوق بشر بر اساس بالاترین استانداردهای بین الملل شکل گرفته. امروز عزیزان نگاهی داریم بر روی سیفتی، سلامتی و امنیت شهروندان یک جامعه که نمایندگان حکومت یک جامعه و تمام کسانی که تحت میثاق بین المللی و اظهارنامه ها و کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر قرار گرفتن، باید اونها رو برای شهروندان اون جامعه رعایت بکنن. این کنوانسیون ها که در دسامبر 1966 تصویب شد، یک بار دیگه در ششمین کنفرانسی که در مونترال کانادا برگزار شد بازبینی شد و به نام HU1A و HU1B به نام Healthy and Safety System in a Government عنوان شد و در سال 2014 آخرین ورژنش در اختیار شهروندان قرار گرفت.
به طوری که تأکید میکنه بر روی سلامت جسمی، سلامت روحی، محافظت فیزیکی، محافظت اجتماعی و محافظت از آسیب‌های احساسی. و دقیقاً تأکید میکنه که حکومت‌ها و نمایندگان اون باید ریسک‌ها رو به حداقل برسونن و از خطاها، خطاهای غیر منطقی و غیر اخلاقی که مردم یک کشور رو تهدید میکنه امنیتشون رو و سلامتیشون رو پیشگیری بکنن. و بر این سه شاخص مهم تأکید میکنه و باز هم من عنوان میکنم: محافظت فیزیکی، محافظت اجتماعی، آسیب‌های احساسی. به طوری که ما الان میبینیم جمهوری اسلامی مرتب بر روی این آسیب‌های احساسی مانور داده در طی این 40 سال و هم اکنون هم نشسته و مرتب گروه‌های تندرو و افراطی رو تشویق میکنه که در واقع ترس و ترور و وحشت رو افزایش بدن، به طوری که تئوریسینشون یا سخنرانشون به نام آقای پناهیان به صراحت به تندروها اعلام میکنه که وارد توییت‌های سربازان، خانواده‌های سربازان امریکایی بشید و در واقع اونها رو بترسونید و بگید که شما مسئول 220 هزار کشته ای بودید که بعد از انقلاب برای ما به وجود اومده و ما از شما انتقام سختی میگیریم، و در واقع اونها رو تهدید بکنید با ترس و رعب و وحشت، اونها رو وادار بکنید که سربازانشون رو به کشور برگردونن و بگید که ما انتقام سختی نمایندگان حکومت اسلامی از شما خواهیم گرفت. این چیزیه که به صراحت داره تدریس میشه، داره تشویق میکنن نیروهای نیابتیشون رو و در واقع این احساس خطر رو برای ما شهروندان ایرانی با هویت ایرانی و دیگر عزیزانی که در خارج از مرزها هستن به وجود آوردن با گروهای نیابتیشون و این الان برای جامعه بین الملل آشکار شده و دیگه نمیتونن انکار بکنن، برای اینکه مستندات و فکت‌هاش هست و مرتب همه دارن به اونها استناد میکنن و دیگه دورانشون دورانی هست که دوران بسیار سست و نازکیه و این دیوار در حال فرو ریختنه، به طوری که خود مشاور آقای اوباما که شرایط رو برای اینها تسهیل کرده بود برای برجام عنوان میکنه که آقای ترامپ کار خوبی کرد که قاسم سلیمانی رو ترور کرد و ما این کار رو در زمان آقای اوباما میخواستیم انجام بدیم و انجام ندادیم و در واقع به صراحت میگه که کار بسیار پرارزشی بوده. یا به طوری که مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی های کشور امریکا آقای ریچارد گلبر میگه که برجام تموم شده و از نظر ما مرده و از اروپا میخواد که پشت جمهوری اسلامی رو خالی بکنه و به صراحت میگه که مردم این کشور وارد شهر شدن و شعار دادن و گفتن که حکومت اسلامی صدای ما نیست، نماینده ما نیست و ما این جمهوری و این شرایط رو نمیخوایم. بنابراین الان دنیا در کنار شما هست و صدای شما رو شنیده و کشتار و وحشیگری و خشونت افرادی رو که به نام اسلام و قرآن جلو بردن حکومت رو داره میبینه. مرتب کسانی رو که عنوان میکردن ما حقوق بشر اسلامی داریم، ما رفعت اسلامی داریم، ما آسیب نمیرسونیم، مرتب میبینین که داره آسیب میزنه، به طوری که مدیر دیدبان حقوق بشر عنوان میکنه که این طنز قضیه هواپیمای مسافربری بسیار خنده داره به دلیل اینکه جمهوری اسلامی نمایندگانش میان در دوربین از مردمشون عذرخواهی میکنن و همون لحظه یا لحظات دیگه همونها رو در خیابون میکشن و با این دفعه هم که عنوان کردن با تفنگ‌های شکاری هموطنان رو زدن. بنابراین اینها با سناریوهای دروغ تمام مدت یا قلب افراد رو نشانه گرفتن و شلیک کردن یا هواپیما رو شلیک کردن و اینکه حالا چه سناریویی پشت این قضیه بوده به تدریج مشخص میشه در همین روزهای اخیر، به دلیل اینکه اینا تمام مدت دروغ گفتن، حتی شلیک عمدی بوده، حتی تمام مواردی که در رابطه با کشتن قاسم سلیمانی عمدی بوده، اطلاعشون به نیروهای آمریکایی عمدی بوده و تمام موردهایی که نمیخوان با شما رو راست باشن و شرایط
خودت رو عوض بکنن. خطاب من الان به گروه های چونروی، به گروه های مذهبی، به کسانی که هنوز دل بستن به این سیستم، این دیوار در حال فرو ریختنه و هم خودتون رو و هم عزیزانتون رو نجات بدین. و اما راهکار بین المللی که در این زمینه ما میتونیم ارائه بدیم امروز، در ابتدا خب مدیر دیدبان حقوق بشر به صراحت میگه که فکت هاتون رو برای من ارسال بکنین و من اینجا وبسایتش رو در اختیار شما میذارم که مستقیم با اون در ارتباط باشین. در مرحله دوم از حقوقدانهای بین المللی کشور، از جامعه فریهیخته و اساتید فرهنگی کشور میخوام که دست به کارشن با نامه های خودشون، در واقع کسانی که پست و مقامی دارن در جمهوری اسلامی، متقاعد بکنن که با صلح و در کمال آرامش کنار برن و یک جامعه موقتی تشکیل بشه تا زمانی که یک انتخابات آزادی زیر نظر نهادهای بین المللی انجام بشه، احزاب مختلف شرکت بکنن و بریم به سمت یک دموکراسی واقعی و برای سرنوشت خودمون تعیین تکلیف بکنیم، به طوری که دیگه در رفاه و امنیت کامل بتونیم از ابزار و تکنولوژی روز استفاده بکنیم، از هواپیماها، از اتوبوس‌ها و ماشین‌هایی که در جاده‌ها هستن. و این شرایطی که اکنون در اون گرفتار شدیم تله‌ای بوده که جمهوری اسلامی به نام مکتب قرآن برای ما به وجود آورده و ما اون رو با ارزش‌های اخلاقی حقوق بشری دوباره به خودمون هدیه بکنیم. در این زمان و این برهه که شما غرور ملی رو دوباره برگردوندید، هنرمندان رو با خودتون همراه کردید، میتونید اساتید و نخبه های فرهنگی جامعه رو با خودتون همراه بکنید، از نفوذ کلامشون استفاده بکنید و بخواید که شرایط رو برای شما تسهیل بکنن. و حتما از حقوقدان های بین المللی، از همین رسانه و از همین تریبون میخوام که با کنگره رهایی همکاری بکنن، کمپین مشخصی رو تشکیل بدن و در واقع در اعتراضهای مردمی رو ثبت بکنن، به کنگره برسونن و از طریق کنگره یا به طور مستقیم با نهادهای حقوق بین المللی در ارتباط باشین و کمک بکنید برای این عبور بین المللی آسان. امیدوارم که این جلسه و مطالبی که عنوان کردم مفید بوده باشه. تا جلسات دیگه و راهکارهای دیگه در کنار شما خواهیم بود. بدرود و به خداوند بزرگ می سپارمتون. با سپاس از خانم شیرین یادگاری، نوبت معرفی کتاب این هفته رسید. کتابی نوشته عبدالحسین زرینکوب درباره دو سده نخست پس از سلطه عرب‌های مسلمان هست. دو قرن سکوت. این کتاب خوشبختانه در دنیای مجازی به صورت رایگان در دسترس همگان هست. امید داریم با مطالعه این کتاب با بخشی از تاریخ کشور زجر کشیدمون پس از هجوم اعراب در صدر اسلام آشنا بشید. در اینجا برنامه این هفته به پایان میرسه. آرزو میکنیم هرچه زودتر ملت غیور ایران بتونن سرنوشت خودشون رو در دست بگیرن و به زودی کشور و ملتمون طعم رهایی و آرامش رو تجربه کنند. تا دیداری دیگر، خردیارتان. قسم به زندگی که مرده، قسم به مرگ اون شهید، قسم به قصه دلو که آخرش سر نرسید، قسم به مهر مادری، قسم به یار و یاوری، قسم به اون خدایی که بین ما کرده داوری، قسم به همه ی وجود، قسم به سجده و سجود، قسم به لحظه ی ودا، قسم به مرگ این صدا، قسم به بغض سینه ها، قسم به خیسی نگاه، قسم به اون حقیقتی
که گم شده توی صدا به اون طول رو بینشون به اون همه خطونشون قسم به اون حقیقتی که معلومه با رنگ خون قسم به مرگ گله یاس قسم به هر چیزی که خواست قسم به اون جوونی که زندگی کرده آس قسم به سجه یه مرد و سه رسیدن بلون قسم به گریه دل و قسم به اسم بینشون قسم به زخم دشه ها قسم به مرد قصه ها قسم به گرمی وجود قسم به خمه این صدا واسه تلخی زهرمش واسه حقیقتی خاموش واسه جدایی دل و واسه یاد تو فراموش واسه دستای پاکی که به گناهی آلوده شد واسه خیال آرامش که هیچ وقت آسوده نشد قسم به چشای بسته و خواب دور قسم به آدمای مرده یه شهر شلوغ قسم به قصه گوی قصه و مرسی خوب قسم به وسعت عشق و به مرز جون قسم به زندگی که مرده قسم به مرگ اون شهی قسم به قصه دل و که آخرش سر نرسی قسم به مهر مادری قسم به یار و یاوری قسم به اون خدایی که بین ما کرده داوری قسم به همه ی وجود قسم به سجده و سجود قسم به لحظه ی ودا قسم به مرگ این صدا قسم به بغض سینما قسم به خیسی نبا قسم به اون حقیقتی که گم شده توی صدا شش ساله بود که پدرش مرد و چیزی نداشت جز کفنی که برد و اون موند و مادری که نا نداشت دیگه خوشبختی تو زندگی جا نداشت سخفی که گریه میکرد زیر بار غم گرفته بودم جای خونه اون شاهد زندگی اون گریاس اون فقر رو دید تو صورت خوار زندگی تو که برهوت محسی که زنده نیست اون توش داره جون نید وقتی زندگیت میخه از فقری که تو امان با خاری و زجری که از چشای در و امزای جاری چشد از تیر نگاش و فراری اون شاهد زندگی غم و وحشت اون که برباد رفت از دست منم من راوی اون کسایی هستم که از فقر دخترشونو میفروشه کارگری که آخر ما شرمی میشینه توی چهرش و این زندگی بعد از دیروز داره بدتر میشه صبح تا شب سگ دو باز لنگی از مادری که پسراش توی بنده نومی چه امیدی اگه برگردن جلو بندش میریزه واسه دیدنشون مادر مطمئنی که پسرات زنده وقتی توی مملکت خودت غریب جس خفقان از همه چی بی نصیب تو آدم نیستی اینجا یه کاریکاتوری تو یه مهره تو دستای دیکتاتوری قسم به اون خدایی که تو میگی هسته اگه هست پس ما پاک شدیم مسئولیسته اگه هست پس چرا خفقون گرفت شاید این تیک زمین از یادش رفته نمیدونم شاید این خاک نفرین شده تو بگو چرا زندگی واسه ما مرده تو بگو چرا قسمات همه رنگ بغزه این جواب آدم بودن و مزده زندگی تو زمینی که قسمش دروغ دعا نکن داداش خدا سرش شلوغ قسم به همه ی وجود قسم به سجده و سجود قسم به لحظه ی ودا قسم به مرگ این صدا قسم به بغض سینما قسم به خیسی نگاه قسم به اون حقیقتی که گم شده توی صدا شهرک گلستان ببینید چه بلایی سر جوانای مردم آوردن که اومدن از حق خودشون دفاع کنن. خب ببین سرتو بگی پایین. اینجا تهران سر کوچه. یکی از کوچه‌های تهران سر.